برادران و خواهران، به خطبه هایی که به وسیله حضرت امام جمعه تهران و رئیس جمهور اسلامی ایران حضرت آقای حاج سید علی خامنه‌ای آیت الله قرائت می شود توجه فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال الله الحکیم فی کتابه و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. روز مبارک عید فطر که از اعیاد بزرگ اسلامی و از بهترین مناسبت‌ها برای اجتماع برادران و خواهران مسلمان است، بر همه شما نمازگزاران و بر همه ملت عزیز ایران و بر همه امت بزرگ اسلامی مبارک باد. در خطبه اول روز عید فطر به یک نکته کوتاهی اشاره کنم که در دعاهای امروز در نماز شما جمعیت عظیم و کثیر اون رو بارها خوندید و از خدا خواستید. خدا را مسئلت کردیم به حق امروز که در صفت روز عید فطر چنین گفتیم: الذی جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی الله علیه و آله. ذخرا و مزیدا. روز فطر برای مردم مسلمان روز عید است، روز برکت است، شادی همه ساله است، اجتماع مشابهی است که در همه سالها تکرار می شود و برکات آن بر مردم مسلمان نازل می گردد. اما برای رسول خدا این روز ذخر و مزید است. ذخر یعنی ذخیره است، مزید یعنی افزایش است. ذخیره بودن این روز و افزایش این روز برای رسول اکرم را من به طور کوتاه و خلاصه ای به شما عزیزان عرض می کنم. ذخیره بودن این روز بدین علت است از جمله که در مثل چنین روزی همه نیروهای عظیم ملت مسلمان با وحدت خود، با تجمع خود، با گرد آمدن خود در مصلا و با نماز گزاردن خود در پیشگاه پروردگار یگانگی و وحدت و اعتصام به حبل الهی را عملا ثابت می کنند. این یک ذخیره بزرگ است برای رهبر و بنیانگذار اسلام، یعنی رسول اکرم. اسلام در همه اعصار، در همه ادوار، در همه آزمایش های بزرگ بر دوش ملت مسلمان و انسان های مؤمن به اسلام استوار بوده است. هر جا ملت ها را از اسلام بگیرند، اسلام
بدون اتکاء به انسانها، به ایمانها، تحققی، واقعیتی در عالم خارج ندارد. هر جا ایمانهای توأم با عمل، ایمانهای جوشنده نباشد، اسلام نامی است و خاطره ای فقط. اون وقتی اسلام تحقق پیدا می کند، اون وقتی بنای نظام اسلامی بنای واقعی و محقق می شود که ایمان جوشنده دلهای مردم با عمل اونها همراه بشود و نظام اسلامی و جامعه اسلامی به وجود بیاید. و او متوقف بر این است که دلهای مردم مسلمان و بازوهای اونها با هم و پیوسته و گره خورده با هم باشد و بدون این نمی شود. لذاست که یکی از بزرگان شعار داد که بنی الاسلام علا دعامتین، کلمت توحید و توحید الکلمه، یعنی اسلام بر دو ستون استوار شده است. یکی توحید است، اعتقاد به توحید و کلمه توحید و یکتایی خدا، و دیگری توحید کلمه، یعنی اتفاق کلمه مسلمین و اتحاد آنهاست. جمهوری اسلامی هم که آزمایش موفق اسلام بعد از 14 قرن از طلوع اسلام بود، با اتحاد کلمه مسلمان ها تشکیل شد و به وجود آمد. اگر ایمان های جوشنده مردم در کنار یکدیگر و توأم با یکدیگر نمی بود، انقلاب اسلامی نمی شد، جمهوری اسلامی شکل نمی گرفت و احیاء دوباره اسلام انجام نمی گرفت. اما شما مردم مسلمان، مردم تهران، مردم شهرهای بزرگ، مردم شهرهای کوچک، مردم روستاها، یعنی میلیون‌ها انسان این مملکت، به کمک و حمایت بعضی از ملت‌ها و انسان‌های دیگری که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند، توانستید یک حرکتی به وجود بیاورید که در تاریخ اسلام بی‌بدیل و بی‌نمونه بود. انقلاب اسلامی کردید، بزرگترین دژهای استکبار جهانی را، یعنی دژ حکومت پادشاهی را شکستید. موازنه و تعادل سیاسی را در منطقه به هم زدید، اتفاق و اتحاد بین شرق و غرب را باطل کردید، وجود اسرائیل را بی‌معنا کردید، حکومت آمریکا در منطقه را سست کردید، گل جمهوری اسلامی را شکوفاندید. با اتحاد کلمه انجام شد. امروز هم ذخیره رسول الله در این دوره اتحاد کلمه مسلمین است. در مورد اتحاد کلمه مسلمین یک سخن به شما مردم ایران، یک سخن به همه ملت‌های مسلمان در سراسر جهان. اما شما مردم مسلمان ایران بدانید، مادامی که ایمان شما ایمان مشترکی است، دل‌های شما و بازوهای شما باید در کنار هم باشد. ایمان مشترک عمل مشترک را می‌طلبد. جامعه مسلمان در ایران باید به هیچ قیمتی وحدت و اتفاق کلمه را از دست ندهد. امروز دشمنان سعی می کنند با نامهای گوناگونی، با بهانه‌های مختلفی
بین این اجتماعات عظیم اختلاف بیندازند. اگر شما بدانید که این اجتماع عظیم شما که مخابره می شود امروز، اونهایی که در دنیا بخواهند بدانند و سیاست هایی که به خود اجازه بدهند که این اجتماع عظیم را منعکس کنند، اگر بدانید در دلهای ملت ها اگر ببینند این اجتماع را چه امیدی به وجود خواهد آمد، و اگر بدانید استکبار جهانی از این اجتماعات عظیم چقدر وحشت و هراس دارد، این اجتماع اجتماع ذی قیمتی است، اجتماع نماز عید فطر، اجتماع نماز جمعه و اجتماع مردم ایران در صحنه های فعالیت سیاسی، فعالیت اجتماعی در سراسر کشور. لذاست که دشمن مایل است این اجتماعات نباشد، یعنی مایل است مردم ایران با هم متفق و متحد نباشند. اگر اتحاد و اتفاق مردم ایران مختصری خدشه‌دار بشود، اگر مردم کشور ما به بهانه‌های مختلف با یکدیگر قهر کنند، اختلاف پیدا کنند، استکبار جهانی شادمان خواهد شد و شما ای ملت ایران، ای برگزیدگان، ای توده های مردم، ای گویندگان، ای نویسندگان، ای مسئولان دولت، ای نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، ای همه کسانی که به نحوی از آنها به شکلی در ذهن مردم، در روح مردم مؤثرید، سعی کنید اتحاد و اتفاق مردم را، اجتماع عظیم مردم را در سطح کشور خدشه‌دار نکنید، اون را مستحکمتر کنید. هر فریادی، هر نغمه‌ای که میان ملت‌ها، میان این برادران عزیز، مسلمان، همدل، همرز، اختلاف و کدورت ایجاد بکند، اون فریاد از شیطان است. اختلاف از جنود شیطان است. اتحاد از جنود رحمان است. وحدت کلمتون را حفظ کنید. با یکدیگر همدل باشید. ای مردم عزیز، فداکار، ایثارگر، کدورت هاتون را نسبت به یکدیگر کنار بگذارید. من خواهش میکنم از همه شما برادران و خواهران و از همه ملت ایران که اگر از یکدیگر کسانی کدورت های شخصی دارند، گله های شخصی دارند، امروز این ساعت این گله ها را ببخشند، این کدورت ها را کنار بگذارند. من خودم به عنوان برادر شما و به عنوان یکی از افراد این ملت، همه کسانی رو که نسبت به آنها کدورت شخصی دارم میبخشم. همه کسانی که فکر میکنند من باید آنها رو ببخشم چون از من غیبتی کردند، حرفی زدند، بنده آنها رو بخشیدم. شما هم ببخشید، از یک دیگر عفو کنید، یک دیگر را اغماز کنید، با یک دیگر مهربان باشید. مادامی که کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله میان شما مشترک است، مادامی که خط شما خط امام است، مادامی که اسلام را، قرآن را، کعبه را، ولایت را قبول دارید، با هم برادرید، هیچ چیز دیگر نمیتواند میان این دلهای مهربان جدایی بیندازد. ای مردم ایران، ای مردم شهرها، ای مردم روستاها، ای قشرهای مختلف، مهربانی، محبت،
اغماض و عفو گذشته از خودخواهی ها، گذشته از مسائل شخصی. شما رو در این روز بزرگ توصیه می کنم به این برادری و اخوت و مهربانی که مصداق بارز تقوای خداست. اتقوا الله، تقوای خدا را پیشه کنید، با یکدیگر مهربان باشید. هیچ کس سعی نکند مردم را تجزیه کند، تقسیم کند. گویندگان، نویسندگان، مطبوعات، رسانه‌های جمعی، رادیو و تلویزیون، همه و همه سعی کنند تبلیغاتشون جوری نباشد که مردم را نسبت به یک دیگر بدبین و بددل کنند. اهل اسلام و امت اسلام از همه مذاهب با هم برادر باشند. و اما خطاب به ملت‌های مسلمان در سراسر جهان، به اونها هم میگویم ای برادران و خواهران مسلمانی که در کشورهای دیگر، در کشورهای همسایه، در منطقه مسلمان نشین، در آسیا، در آفریقا زندگی میکنید، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه به ریسمان خدایی چنگ بزنید، همه با هم. این آیه به ما میگوید واعتصموا بحبل الله جمیعا، یعنی اعتصام به حبل الهی، چنگ زدن به ریسمان خدا. تک تک و جدا جدا فایده ای ندارد، جمیعا، همه با هم، حتی چنگ زدن به ریسمان خدا هم با هم، حتی عبادت هم با هم، نماز هم با هم. عرصه عظیم حج، حج خانه خدا که خدا اون رو وسیله قیام مردم قرار داده است، مظهر وحدت عمومی مسلمان ها. امیدواریم مشکلاتی نباشد برادران و خواهران مسلمان امسال در عرصه عظیم حج، در صحنه بین المللی حج مکه و مدینه بتوانند یکدیگر را ببینند، در کنار یکدیگر قرار بگیرند، عظمت و شکوه خودشون را به دنیا نشان بدهند. این است ذخیره پیغمبر. روز عید فطر روز وحدت است، پس ذخیره رسول خداست. و اما مزیداً، روز عید فطر روز افزایش است. این به خاطر این است که اسلام دین افزاینده است. انا اعطینا کالکوثر، معنای کوثر یعنی افزاینده. مصداق اون در تفسیرها و تأویلها فاطمه زهرا سلام الله علیها ذکر شده است و درست است. قرآن ذکر شده است و درست است. اسلام گفته شده است و درست است. همه اینها وسیله افزایش دین بودن. دختر پیغمبر که مادر فرزند، مادر امامان و شخصیت های برجسته اسلام است که هر کدامی اسلام را گسترش دادن، وسیله گسترش و زیادی و مزید اسلام است. قرآن هم همین جوره، اسلام هم همین جوره. و شما بدونید برادران و خواهران، اسلام عقب نشینی نخواهد کرد. فشارها و قدرت‌های استکبار جهانی از شرق و غرب بر روی ملت مسلمانی که بعد از 14 قرن اسلام را زنده کرده است، اسلام را وادار به عقب نشینی نخواهد کرد. الله اکبر، 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 الله اکبر،
همه بدانند، هم دشمنان ما و هم دوستان ما، که اون چه در ایران اتفاق افتاده است قدم اول پیشرفت اسلام است. قدم‌های بعدی به دنبال این قدم است. سعی نکنند اسلام را از صحنه خارج کنند، سعی نکنند مسلمان‌ها را دوباره خانه نشین کنند، نخواهند و تلاش نکنند که احکام اسلامی را بعد از آنی که در صحنه عمل و واقعیت وارد شده است دوباره به کنج ذهن‌ها و صندوق‌خانه‌ها برمانند. این نشدنی است. امروز ملت‌های مسلمان با نام انقلاب اسلامی ایران، با یاد پیشرفت اسلام در ایران هیجان پیدا می‌کنند. اسلام در ایران تحقق پیدا کرد و در کشورهای دیگر به تحقق نزدیک شد. پیشرفت و پیروزی اسلام در ایران موجب شد که سران کشورهای مسلمان نشین که از اسلام اون سران بویی نبرده اند دم از اسلام بزنند، ادعای مسلمانی بکنند. امروز مسلمانان در دنیا احساس عزت می کنند. شرط پیشرفت اسلام این است که اون وحدتی که گفته شد، اون یک پارچگی میان ملت‌های مسلمان محفوظ بماند. برگشتن به وحدت، خطاب به ملت‌های مسلمان: ای ملت مسلمان پاکستان، ای ملت مسلمان هندوستان، ای ملت ملت‌های مسلمان آسیا، ای ملت‌های مسلمان خاورمیانه، ای ملت‌های مسلمان شمال آفریقا و آفریقای مرکزی و غربی، اسلام میتواند همه شما را با یکدیگر مهربان کند. دست‌های تفرقه افکنی که در بعضی از کشورها میان شیعه و سنی اختلاف میاندازند مخالف اسلامند، نه موافق تشیعند نه موافق تسنن. آمریکایی‌ها که عامل اصلی اختلاف میان مسلمانانند، نه طرفدار این طرف نه طرفدار اون طرف هست. طرفدار انهدام و اضمحلال ملت‌های مسلمان هست. مواظب باشید رو دست نخورید، فریب نخورید، شیعه و سنی با هم نزاع نکنید. همه مسلمان ها در زیر پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله. به سمت پیاده شدن هرچه بیشتر اسلام پیش بروند. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. Thank you.